با توجه به تمام فشارهایی که الان رو جمهوری اسلامی هست به روی خودشون نمیارن به خاطر تمام آتیشایی که دارن تو منطقه میسوزونن تمام چشا به اوناست اون خب دیگه زبان فقط زبان زوره که متوجه میشن در همین که هر موقع در موردشون شل بیان کوریشون هم بیشتر میشه الان جانشین فرمانده سپاه گفته ایران به حمایت از جریان مقاومت ادامه میده اما تام کاتان پیشنهاد انتقام بزرگ رو مطرح کرده چیزی که خیلی در موردش باز صحبت نکردن ولی عنوان شده تقریبا میتونیم بگیم هم معنی با اون اتفاقی که برای قاسم سلیمانی افتاد مشخص نیست دقیقا کیو میخوان بزنند ولی توضیح که تام, تام کاتن داده در مورد این جالبه گفته وقتی که در دوره ترامپ وقتی قاسم سلیمانی زدن تا پایان دوره ترامپ جمهوری اسلامی جیک نمیزد و دقیقا بعد شروع کرده الان پیشنهادش اینه که یکی از گنده ها رو بزنند. همونجوری داستاندارش بکنن تا جمهوری اسلامی دوباره بشینه سر جاش اما شاید بگم بزرگترین خبر خبری که اسرائیل در جروزالم پست داده و دو سناریوی احتمالی برای مقابله با جمهوری اسلامی رو با رسم شکل مشخص کرده که در موردش حتما صحبت میکنیم یکیش که خیلی دور از ذهنه بحث حمله هسته‌ای به جمهوری اسلامی هستش که به عنوان حمله پیشگیرانه و مطلب دومی هم که اشاره شده بهش بحث حمله به جزیره خارک هستش که برای اولین بار که در جراید اسرائیلی داره به صورت مستقیم کروکی هم داده میشه اما بازداشت مهاجمان به کشتی سنترال پارک به دست نیروی دریایی آمریکا این همه رجز خوندن این همه ارزش یا خود یهک سری فارسی هستن اینو منصوب به های حوسیان آی ما زدیم بستیم گرفتیم نبود نفس کش. کلا فکر کنم نیم ساعت سواری گرفتن تشن با التماس گفتن لاقابه یه بوغ بزنیم داریم میریم همشون هم دستگیر کردن عبور ناو هواپیمابر یو اس اس دوایت آیزنهاور از تنگه هرمز با چه اهنوتولوپ و با چه داستانی هم رد شدونم نکته بسیار جالبی در حاشیه صحبت می‌کنیم میگم که الان تقریبا تمام تنش دور و جمهوری اسلامی به حد بالای خودش رسیده بشکای باروته که منتظر یه جرقه است دیدبان حقوق بشر گفته انفجار بیمارستان الاهلی ناشی از شلیک اشتباه بود و بالاخره اینم در اومد برای همه کسایی که سعی می‌کردن با فیک نیوز اسرائیل رو مقصر جلوه بدن و ما بنیامین ناتانیاهو و ایلان ماسک امروز با هم دیگه در اسرائیل دیدار داشتن جالب یه اسپیسی هم بود که فقط همین دو نفر بودن و با خیلی از مردم شروع که صحبت کردن اونم بررسی می‌کنیم در نهایت هم خبر رو بگیم خبر خوش که بالاخره تمدید شد دو روز دیگه وقفه در جنگ غزه و این نشون دهنده اینه که 50 گروگان دیگه آزاد خواهند شد اما فکر کنم ویدیو امروز اون ویدیو خاصی باشه امیدوارم دارم که تا انتهای برنامه حتما بیننده باشید بل عرض دور و ادب دارم خدمت همه شما دوستان فرهاد متقی هستم اینجا اخبار خاموش رو در این کانال سعی میکنم اخباری برای شما بیارم که معمولا جای نمیپردازن بر همین ممنون میشم اگر لطف کنید اگر تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و همچنین اگر لطف کنید لایک بزنید ویدیو رو تا در فضای مجازی کمک کنید به فارسی زبان ها و عزیزان علاقمند بیشتری توصیه بشه اما بریم سراغ اخبار و از جانشین فرمانده سپاه شروع کنیم که گفته ایران به حمایت جریان مقاومت ادامه میده ایشون علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه که روز دوشنبه بر تداوم حمایت‌های تهران از جریان مقاومت تاکید کرده و که به نوشته رسانه های جمهوری اسلامی در هماشی بین المللی که اسمش طوفان الاقصا و غزه بوده روایت ها و واقعیت ها داشته در این همایش سخن میگفته عدم حمایت ایران از حماس را شایع پراکنی بنگاه های خبری غربی برای ایجاد یه اصلا ناامیدی در میان جریان مقاومت خواند و تاکید کرده که این فضاسازی دروغی نتیجه ای ندارد میگن که ایشون زیر شلوارشون نشون داده گفتن ما مایو پامونه قرار ما هممون هم با هم بریم تو این تونلا که آب دریا پر کردن بریم اونجا شنا کنیم من موندم حمایت غیر از حمایت معنوی و حمایت مالی چه حمایت دیگه کردن این فرمانده ارشد سپاه سپس حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رو پدیده چند بودی دانست و گفت اسرائیل با تصویرسازی به دنبال معرفی خود به عنوان یک ارتش شکست ناپذیر بود هزینه های فراوانی مانند ساخت دیوار حائل با هزینه یک میلیارد و دیویس میلیون دلاری و پروژه های مانند گنبد آهنین و تجهیزات نظامی به نظامی به روز این تفکر رو الغا می کرد که این ارتش به حال شکست اما جبهه مقاومت و تجهیزات ابتدایی و محدودی توانست این قدرت پوشالی رو فرو بریزه ایشون میدونه ها یعنی فکر انقدر که دیگه بابا احمق نیست چند تا تروریست وقتی میرن به خونه های مسکونی حمله میکنن که اینا در مقایسه با ارتش که حساب نمیکنن که تو همه جا دنیا اتفاق داره میفته تو خود ایرانش هم هزار بار تا این اتفاق افتاده خیلی نمیشه گودرز و شقایق و هم مربوط دونست با توجه به کنوز خواستگاری هم نکردن ولی ایشون خیلی اصرار داره پیشنهاد انتقام بزرگ کاتن اما بریم در اون صحبت کنیم خیلی جالبه گفته وقتی ما سلیمانی رو کشتیم تهران تا پایان دوره ترامپ سرجاش نشست تام کاتن سناتور جمهوری خواه ایالات متحده روز یک شنبه پنجم آذر در واکنش به حمله به مواضع و پایگاه های آمریکا در خاور میانه طرحی به عنوان انتقام بزرگ علیه جمهوری اسلامی را مطرح کرده این سناتور جمهوری خواه به فاکس نیوز گفته واکنش ایالات متحده به این حملات همواره حمله به انبارهای خالی نیروهای نیابتی در عراق و سوریه است پیام روشنی برای جمهوری اسلامی دارم اگر حملات به دارایی های آمریکا در منطقه فورا متوقف نشه آنگاه ما شروع به تهدید مواضع آنها خواهیم کرد به اعتقاد تام کاتن ملایمت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مقابل تهران ناشی از ترس از تشدید تنش در منطقه است کاتن به اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی که او را مغز متفکر تروریسم جمهوری اسلامی خوانده گفت زمانی که با دستور رئیس جمهوری ترامپ سلیمانی در عراق کشته شد همون کتلت شد منظورش این معدبانه شو میگه جمهوری اسلامی تا پایان دوره ترام سرجاش نشست و همچنین ادعای به راه افتادن جنگ جهانی سوم در صورت رول کرده تر بایدن در قبال جمهوری اسلامی رو رد کرد آقا مورچه چیه که کل پاچش چی باشه اینجوری نگفته و به تجربه ریگان در این زمین اشاره کرد بنا به گفته وزارت دفاع ایالات متحده از 17 اکتبر سال جاری تا کنون حداقل 66 حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه صورت گرفته و تا الان که از کابین بایدن هیچ صدایی در نیامده ولی قرار شده که حالا جمهوری خواهد دست به دست هم بدن فلک رو طرح بشکافند و طرح نو در اندازند و که این اتفاق هر چه زودتر انجام بشه اما خود این داستان حمله پیشگیرانه هم خیلی داستان داره یعنی با اینکه جالب اسرائیل وقتی داره پیشنهاد حمله پیشگیرانه رو میده یه آمریکا هم تش گذاشته یعنی حمله پیشگیرانه آمریکا به جمهوری اسلامی اینجوری گفته جروزالم پست که اسرائیل یک حمله پیشگیرانه به ملت خود رو تجربه کرد که بدترین قتل عام در تاریخ اون توسط حماس حماس نیابتی ایران بود که با تسلیحات ایرانی و با حمایت مالی جمهوری اسلامی انجام شد جعبه پاندورا رو باز کرد و اسرائیل رو مجبور کرد برای بقای خود در جنگ بجنگد زیرا میدانست که بدون آن عملات بسیار بیشتری مانند هفت اکتبر یا بدتر از آن وجود خواهد داشت یعنی با توجه به این حمله ای که انجام شد اگر میخواستن مماشات کنن و بگن حالا ما ده تاشون رو کشتیم بچه های بدی بودن و غیره قطعا روزای زوج و فرد ممکن بازم از این حمله ها داشته باشن نوشته جنگهای جدید جنگ جدید قرن 21 جنگ های نیابتی اما جنگ های رسانه ای نیست هستند و متاسفانه اسرائیل مغلوب جنگ رسانهای منفوران از اسرائیل با کمک سازمان ملل بوده هفته اکتبر دود آشوویتس را در روح ملت اسرائیل ریخت و آسیبی را ایجاد کرد که اسرائیل هرگز تجربه نکرده بود آنها را با واقعیتی تلخ بیدار کرد جمهوری اسلامی چندین ده است که علیه اسرائیل شیطان کوچک و آمریکا شیطان بزرگ جنگ می کند هفته اکتبر پرل هاربر اسرائیل بود که در آن جمهوری اسلامی تصمیم گرفت دست به اقدامی بسیار افراطی بزنه. به گزارش پنتاگون از 7 اکتبر تا به امروز نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی بیش از چهل بار به نیروهای آمریکایی حمله کرده و من منجر به مجروح شدن 56 پرسنل نظامی آمریکایی شدند. همه نگران این هستند که این اقدامات به کجا میتونه منجر بشه. واقعیت اینه که این سال درستی نیست. سال درست همون مسئله زمانه. یعنی کی قراره باهاش برخورد بشه حزب از 7 اکتبر تا الان بیش از هزار موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده تا کنون چندین سرباز ارتش اسرائیل و چندین غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند شورشیان حوثی در یمن نیز به جنگ علیه اسرائیل پیوستند این گروه ماه گذشته یک موشک بالستیک میان برد به سمت اسرائیل شلیک کرد و نیروهای دفاعی اسرائیل با سامانه دفاع هوایی ارو اون رو پیکی رهگیری کردن این اولین باری بود که یک نوشک از فضا منهدم شد و به دستاوردهای نظامی برجسته فناوری ارتش اسرائیل افسود همکاری ایران با روسیه بر سر پهپادهایی که برای استفاده در جنگ به اوکراین به روسیه فرستاده بودند نیز رسما اعلام شده این هم چیزی که دیگه دوشی چک و شپه وجود نداره همه گزارشاش به سازمان ملل و ارگانهای جهانی داده شده حال سوال اینه که گزینه های اسرائیل چیه تنها پنجره ای که دارن اینه که قبل از اینکه چتر در آسمان باشه و قبل از اینکه ایران بمب اتم داشته باشه با ایران برخورد کنن اگر ایالات متحده به راضی کردن ایران با آنچه آنها پاسخی متناسب میخوانند ادامه بده اسرائیل مجبور به گرفتار شدن در یک دوراهی آخر زمانی خواهد شد چگونه ایران را از محو کردن اسرائیل از روی نقشه با بمب هسته‌ای باز می‌دارید ممکن است اسرائیل مجبور به انجام کارهای غیرقابل تصور بشه و در تصمیمی مشابه اقدام رئیس جمهور هریت رومن برای پرتاب بمب اتمی در هیروشیما ژاپن گزینه سامسون را علیه ایران به عنوان یک حمله پیشگیرانه به ایران برای نجات کشور اسرائیل مجاز کنه پروژه سامسون پروژه که همونطور که زیرش میخونین تقریبا اسرائیل دیویست موشک کلک کلاک هستهی داره که اینا رو به سمت اکثر پایتختها در خاور میانه و حتی اروپا هم از قبل نشانه گرفته آماده است و اگر لازم باشه به هر کدوم بخواد شلیک کنه میتونه شلیک کنه میگه تنها یک راه برای جلوگیری از این امر وجود داره و اون این هستش که آمریکا شجاعانه یک حمله پیشگیرانه به خود ایران داشته باشه و تمام حالاشگاه های نفت و بنادر کشتی ایرانی رو نابود کنه این میتونه در یک دوره بسیار کوتاه انجام بشه جمهوری اسلامی حداقل حداقل توانایی رو برای مقابله با آمریکا خواهد داشت اگر اونا تلاش کردن این کار رو انجام بدن ایالات متحده قدرت بمباران جمهوری اسلامی رو تا اصر حجر داره و اونها اینو خوب میدونن در اصل ایالات متحده میتونه در 72 ساعت ایران را با تخریب بنادر و پالاشگاه های نفت این کشور ورشکست کنه ایران در دولت بایدن 10 میلیارد دلار از آمریکا درآمد داشته این یک یک حمله یک حمله این منابع مالی رو از ترویج بازار و ترویج ترور حتی باز میداره و مردم ایران قدرت سرنگونی دولت رو خواهند داشت اسرائیل خوب میدونه که اگر اتفاق این چنینی بیفته مردم قطعا به کف خیابون میان و وقتی جمهوری اسلامی دیگه پولی نداشته باشه که بخواد به نیروهای سرکوب بده و بتونه از طرف دیگه نیروهای نیابتی رو در بیرون بخواد تقویت بکنه قطعا مردم میتونن ظرف 48 ساعت کل نظام بکشن پایین گزینه دیگری هم گفته گفته گزینه دیگه حمله به جزیره خارکه این یک سیگنال به ایران میفرسته که در صورت عدم عقب نشینی چه اتفاقی میفته طبق گزارش ها پایانه نفتی جزیره خارک 80 درصد از دو, دو میلیون بشک نفت روزانه کشور رو صادر میکنه یه خودتون حساب کنید اگر از کار بیفته روزانه دو, دو میلیون بشک نفت 80 درصدش عدد سنگینی میشه تقریبا یه میلیون 600 هزار بشکه میشه و میخوابه داستان ایالات متحده برای جمهوری اسلامی و دولت ترور اون رو ورشکست کنه تا از یک بحران آخر زمانی که در افق جلوگیری بشه و سیگنالی برای هر ترور احتمالی ارسال کنه حالا اینکه این اتفاق میفته یا نه اینو باید از جورزالن پست بپرسیم و باید منتظر باشیم ببینیم که نتایج این رایزنی به کجا میرسه فقط اینو بدونید که هر موقع مصرفی در رسانه گفته میشه دو سه هدف هست گرفتن بازخورد از داخل گرفتن بازخورد از کشوری که مورد هدف قرار دادن و مورد تهدید قرار دادن و مورد سوم گرفتن بازخورد از متحدان با توجه به اینکه دقیقا در یک روز بحث تامکاتن مطرح شده انتقام بزرگ و در همون روز همین بحث سه گزینه مختلف اسرائیل برای جلوگیری از جمهوری اسلامی اتمی به نظر میرسه که بازخوردی که از متحدا گرفته حداقل بازخورد مناسبی بوده جمهوری اسلامی که اصلا تو با نیست خوش داره میچرخه اما بازداشت مهاجمان به کشتی سنترال پارک به دست نیروی دریایی آمریکا بعد از ظهر یک شمه پنجم آذر ماه اعلام شد که افراد مسلح با رساندن خود به نفتکش به عرشه نفتکش سنترال پارک متعلق به شرکت بریتانیایی اسرائیلی زودیاک قصد توقیف اون رو داشتن بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام متعاقب این حادثه ناوشکن آمریکایی یو اس اس میسن به همراه نیروی نیروهای ائتلاف این شناور نزدیک شده و خواستار آزادی نفتکش و خروج مهاجمان به این نفتکش که با پرچم لیبریا از آبهای نزدیک بندر عدن در یمن عبور میکرد شدند در ادامه این بیانیه اومده که پنج فرد مسلح با خروج از نفتکش قصد داشتن که با قایقی کوچک فرار کنند اما به دست خدمه ناو میسن بازداشت میشن فرماندهی ای مرکزی ایالات بدون اشاره به هویت بازداشت شدگان تایید کرده که به دنبال این درگیری دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی های یمن در فاصله کمتر از 20 کیلومتری این ناوگورو فرود اومده اما منجر به هیچ گونه آسیبی نشده یعنی سایهش هم نزدن 20 کیلومتر اونورتر رو زدن شرکت کشتیرانی زودیا هم تشکر از نیروهای آمریکا و اعتلاف به دلیل واکنش سریع و نجات این شناور حامل اسید سولفوریک تایید کرد که همه 22 خدمه کشتی شامل شهروندان بلغارستان، گرجستان، هند، روسیه، ترکیه، فیلیپین و ویتنام سالم هستند و کشتی هم اکنون به مسیر خودش داره ادامه میده. سنترال پارک تنها شناور شرکت زودیاک نیست که هدف حمله قرار گرفته. دو سال پیش هم یک نفکش دیگر این شرکت موسوم به مرسر استریت در نزدیکی سواحل عمان هدف یک حمله پهپادی منتسب به جمهوری اسلامی قرار گرفته دو تن از خدمش متاسفانه کشته شدند. ولی چیزی که خیلی خنده دار بود کاملا هماهنگ دیگه به محض اینکه اوسیا حمله رو زدن تمام اکانت ارزشی یا بهترین ارزشه شروع کردن آقا بشکن و آلنده. این هست یمن یمن برادر مسلمان نمیدونم شیعه فلان و اینا کلا فکر نمی کنم در دقیقه حالا دقیقه رو شوخی میکنم نذاشتن آقا کشتی رو بردارن ببرن اینجا پارک کنن مثلا بعد بگن آقا دیدیم ما گرفتیم و بردیم. انقدر اول داشتن خوشحالی میکردن که خودشون هم مونده بودن بعد از اینکه داستان جمع شد را چی بیان بگن عبور ناو هواپیمابر یو اس اس هاور آیزنهاور از تنگه هرمز هم جزء همون اتفاقات بسیار جنجالی میتونه باشه سنتکام با صدور بیانیه اعلام کرد که در تاریخ 26 نوامبر ناو هواپیمابر آیزنهاور و ناو همراهش برای پشتیبانی از های سنت با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند ناو هواپیمار یو اس اس دو هاور از کلاس ناوهای هواپیمایی نیمیتس با سوخت هسته‌ای و دارای 5600 خدمه و بیش از 70 هواپیما از جمله جنگنده‌های سوپر هورنت اف 18 ای هواپیمای تجسس ای هاوک آی و مختص اشدارهای اولیه در مورد پرت موشک و عملیات تجسسی جمع بری اطلاعات هواپیمای جنگ الکترونیک هلیکوپترهای سی هاوک برای ردگیری شناسایی مقابله با کشتیهای و زیر های دشمن یعنی جنسش خیلی جوره اینجوری بگم بهتون سنتکام در ادامه نوشته ای سی اس جی با حضور و گشتنی خود در خلیج فارس ضمن فراهم ساختن ملزومات سنتکام در منطقه آزادی ناوری در آبراههای المللی مهم رو تضمین میکنه حالا اگه شما احیانا نسبتی دارید با حسیا که بعید میدونم بگید آقا جرأت دارید حالا بیان بیرون حالا یه نکته جالب بگم واقعی این جدیه موقع که ناوگور اومده 5 تا از این قایق موتوریای اینا قایق تندروش اومده بودن دور و بر اینا ویراژ میدادن به خیالشون که آقا با این 5 تا قایق کوچولو ما میریم مثلا ناورم میگیریم به عظمت و ابهت که خورده بودن همونجوری سر موتور رو کچ کرده بودن رفته بودن همین که اومده بودن خودش خیلی خنده داره اینم حالا سوابق خنده داره اینم جالبه که چطور آمریکا ریاکشنی نشون نداده به راحتی میتونست بزن اینا رو هشت لکو کنه حالش رو ببریم اما یه خبر خوش در کنار حالا همه خبرهای غمگینی که از سمت غزه و غیره اومد ابیگل ادن گروگان چهار ساله آمریکایی هماس آزاد شده رسانه آمریکایی گزارش دادن یکی از 17 گروگانی که هماس روز یکشنبه اونار رو آزاد کرد ابیگل ادن شهروند چهار ساله ایالات متحده است ابیگل سن سال ترین گروگان آمریکایی گروه حماس بوده و اولین گروگان آمریکایی نیز محسوب میشه که حماس رو آزاد کرده. کاخ سفید در اطلاعیه اعلام کرد جو بایدن ای چون جمهور ایالات متحده که روز یک شنبه تا یک سخنرانی از آزادی ابیگل تجلیل کرد به خانواده او صحبت کرده. شبکه تلویزیونی سی این این به نقل از سخنگوی خانواده های ها گزارش داد که ابیگل چهار ساله اکنون در بیمارستانی در نزدیکی تل‌آویو در حال درمان باز هم تأکید میکنم اگر یک رئیس جمهور درست حسابی بر سر کار بود اصلا این قضیه انقدر پیچدار نبود و اینکه سر یه ریاکشن درخورد نشون میدادش که تازه بعد از اینکه یارو آزاد کردن تجلیلم هم کرد آقا دمت میگم خدای خدا از برادری کمتون نکنین این دختر چهار ساله رو آزاد کردید در صورتی که هنوز اونجا گروگان دارن و باید با یه زبان که اونا میفهمن با زبان زور باید میرفت آمریکا داخل اما کارشناسان سازمان ملل خواستار تحقیق درباره جنایت جنگی در نبرد اسرائیل و حماس شدند کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه خواستار تحقیقات مستقل درباره اتهامات جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شدند که ممکن است سوی همه طرفها بعد از حمله هفت اکتبر حماس صورت گرفته باشه موریس تیدبال بینز گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدامهای فراقانونی و آلیس جیل ادواردز گزارشگر ویژه در مورد شکنجه در بیانیه مشترک بر لزوم انجام این تحقیقات به شکل سریع شفاف و مستقل تاکید کردند این دو کارشناس سازمان ملل خواستار دسترسی بازرسان مستقل به منابع و حمایت لازم از اونها برای انجام تحقیقات سریع کامل و بیطرفانه در مورد جنایاتی شدن که گفتم میشه همه ای طرف های درگیری صورت گرفته کلا یه مطار از لحاظ یعنی من همیشه خودم حسودی میکنم به اینا اینا عقلشون درست حسابی کار نمیکنه واقعا از همه جهت راحتن هم. یعنی هیچ مشکلی هم ندارن در شرایطی که چهار روز حالا وقفه شده بعدش دور جنگ انجام میشه اسرائیل گفته آقا همه خالی کنن برن اینا رو میخوان سر کارشناس بفرستن اونجا که یارو ترکش بخوره فردا همونو بگیرن پرچمش کنن آی نیرو ما رو گرفتن زدن گزارشگر بی طرف رو گرفتن زدن قبلی ها که رفتن فعلا خبره که دادن خوبی دیگه دیدبان حقوق بشر اعلام کرد انفجار بیمارستان الاهلی ناشی از شلیک اشتباه بوده این همون اولش، اینم هم جزء سازمان حقوق بشریه که اتفاقا اونوری هم هست کاملا سمت فلسطین هم هست سازمان دیده, بش... دیده بان حقوق بشر میگه انفجار در بیمارستان الاهلی نوار غزه در 17 اکتبر امسال که به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی انجامید احتمالا ناشی از شلیک موشکی نافرجام بوده به گزارش این سازمان این شلیک ظاهرا از همان دست شلیک بود که از سوی گروه های مسلح شبه نظامی فلسطینی انجام میشه با این حال به تحقیقات بیشتری نیاز تا مشخص بشه چه کسی پشت این شلیک موشک بوده و آیا قوانین جنگی زیر پا گذاشته شده یا نه گروه تروریستی حماس از همان ابتدا اسرائیل رو در شلیک به میمارسان مقصر شناخت اما اسرائیل با انتشار تصاویر و ویدیوهای گفته بود این شلیک از سوی شبه نظامیان جهاد اسلامی انجام شده اداره بهداشت غذا که در دست حماس از صدها کشته و زخمی در این انفجار خبر داده دیدبان و حقوق بشر میگه در حال حاضر قادر به تایید این ارقام نیست اعداد و ارقام که میدونید کلا یه چیز عجیب و غریبیه وقتی اعداد و ارقام از سمت غزه میشنوید فکر میکنید مثلا اونجا چین یا هندوستان بوده و بودن انقدر کشته داشتن چقدر زنده داشتن که اینا اینجوری تعداد اعلام میکنن اما ناتانیاهو موافق تمدید آتش بس موقت در ازای گرو... آزادی گروگان های بیشتر گفته بود هستم در پی درخواست رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر اسرائیل درباره تمدید آتش بس با حماس بنیامین ناتانیاهو گفته آماده انجام این کار هست آقای ناتانیاهو در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق نامه وجود داره که اجازه میده در ازای هر روز آتش پس ده گروگان دیگه آزاد بشن و من از اون استقبال میکنم با این حال آقای ناتانیاهو تصریح کرده بعد از آزادی گروگان ها عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه حماس در نوار غزه با قدرت از سر گرفته خواهد شد او گفت هدف اسرائیل نابود کردن حماس و اطمینان از عدم بازگشت بازگشت غزه به شرایط قبلی و البته آزادی همه گروگان هاست گفته من مطمئن هستم که ما در این معمولیت موفق خواهیم شد زیر چاره دیگه هم نداریم دانیل حقاری سخنگوی نیروهای دفاعی, دفاعی اسرائیل نیز در یک نشست خبری تصریح کرده اگر امکان آزادی گروگان های بیشتری فراهم بشه این کار رو انجام خواهیم داد هدف ما بازگرداندن همه گروگان هاست جوک بایدن هم میگه اسرائیل آتش پس رو فراتر از فردا ادامه بده تا بتونیم شاهد خروج گرگان های بیشتری باشه و کمک های بشر دوستانه بیشتری به نیازمندان غزه برسه رئیسی و اردوغان هم بر تداوم آتش در غزه تاکید کردند هم داستان ما ستاره کجا دارین میبرید قدرت های جهانی دارن صحبت میکنن اینا هم وسط میگه آقا ما هم هستیم ما هم موافقیم رئیس جمهوری ترکیه و ایران روز دوشنبه در جریان گفتگوی تلفنی بر لزوم همکاری دو کشور برای برقراری یک آتش دائمی و صلح پایدار در غزه خبر دادن یعنی این دوتا با همدیگه قرار همکاری کنند تا صلح پایدار در غزه تشکیل بشه همکاری کردن این دوتا با همدیگه اینه این این که مثلا فردا چه میدونم دو نفر آدم بی ربطی که هیچ تا زندگیشون چه میدونم ورزش هم نکردن میخوان در مورد بازی المپیک تصمیم بگیرن هر دو طرف به نوعی ساپورتر هماسن چجوری میخوان آتش پس انجام بدن اصلا هدفشون از این قضیه فقط اینه که بتونن یه فرصت یه بادخور بذارن مثلا حماس تا دوباره بتونن قویش کنن برای حمله بعدی خبرگزاری آناتولی با انتشار گزارشی در این خصوص اعلام کرده که رجب طیب اردوغان در تماسی تلفنی با ابراهیم رئیسی اهمیت موزه مشترک جهان اسلام به ویژه ترکیه و ایران در برابر جنایات اسرائیل در سرزمین فلسطینی رو یادآور شده بنا به این گزارش کمک رسانی به مردم فلسطین و اقدامات لازم برای برقراری آتش پایدار در غزه از سوی هر دو رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با این ادعا که تهران اطلاعاتی داره که نشون میده آمریکا از پایگاه های نظامی منطقه‌ای خود برای کمک رسانی نظامی و ارسال تجهیزات و تسلیحات برای اسرائیل استفاده میکنه که آمریکا در این جنگ بخشی از مشکله و نه راه حل. او درباره حملات اخیر به چند کشتی عبوری از نزدیک سواحل یمن هم گفتیم موضوع ارتباطی با ایران نداره نکته که این مثلا خیلی جالبه اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر از آمریکا در حالا کنفرانس خبری بد بگه ممکنه باعث بشه یک اطلاف واقعا اطلاف بد بگم بین سیاره ای دیگه چون اگر جمهوری اسلامی همین یه دوشنا بخواد بر اگر بتونه بر علیه آمریکا هم یه اطلاف بزنه باز اندازه یه ایالت آمریکا هم نمیشه قدرتش دنبال چی میگرده خیلی جالبه آقا هر، از هر جا صحبت میکنن اصلا بارون میاد امروز قرار بوده آفتابی باشه آمریکا سر همه چیز بعد یه جوری هم اصرار دارن دارن آمریکا رو میگن نگاه طرف مقابلی که داره میشنوه داره پول تو جیبی آمریکا رو میده و الان ممکنه تحت تاثیر صحبت های اینا قرار بگیریم و مقرری آمریکا رو مثلا قطع بکنه اما دبیرکل ناتو هم خواستار تمدید آتش بس در نبار غزه شده آقای ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز دوشنبه همصدا رو بسیار... هم صدا با بسیاری از رهبران جهان خواستار تمدید آتشبس موقت جاری در غزه شد ایشون که در کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل سخن میپراند افزود من خواستار تمدید آتشبس جاری هستم که به ما امکان میده به افرادی که به شدت نیازمند کمک در غزه هستند یاری برسانی و زمینه ی آزادی سایر گرگان ها رو فراهم کنیم. در بی کل ناتو با اشاره به حملات راکتی و پهبادی به مواضع آمریکا در سوریه و عراق و همچنین حمله به کشتی های تجاری توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی این اقدامات گفته این اقدامات خطر تشدید تنش رو پررنگ میکنه او به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که از تنش بیشتر در منطقه خودداری کنند و گفت که جمهوری اسلامی باید افسار نیروهای نیابتی خودش رو بکشه بله با. اما قبل از اینکه ادامه برنامه رو با هم دیگه ببینیم یک ویدیو بسیار زیبا هستش بریم ویدیو رو ببینیم ما مردم بسیار شریفی داریم مردمی که با هر کمی ساختن و متاسفانه شاید یکی از بدی هاشون هم اینه که خیلی قانعن در این کشور پهنابر که این همه سرمایه و غیره داره یک بخش از این کشور هستن که از یک 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 گویا ببخشید لفظ رو به کار بچه بودن یعنی انقدر فارغ از امکانات و رفاه و حد اقل های زندگی در اونجا بزرگترین آرزوهایی که شاید اصلا بهش فکرم نمی کنن چون دست نیافتنیه یکی از این مناطق سیستان و بلوچستانه سیستان و بلوچستان ما از یک یک همین بوده زادگاه رستم از یک یک یعنی نمیتونیم بگیم که فقط جمهوری اسلامی بوده که اینجا نرسیده در زمان شانشاه فقید شروع شده بود این اتفاق که متاسفانه شورش گرفت ولی جاهایی هست که آب لوله کشی که اصلا هیچی برق که هیچی شناسنامه که هیچ هیچی ندارن و در یک دهه اخیر متاسفانه مشکل اساسیشون آب آشامیدنیه نیست بعضا باید برن جای خطرناک آب بیارن اگر بیارن هم جایی برای نگهداریش ندارن یه چند وقتی هم هست که از طریق بنیاد نوروز یا بعضی از بنیادهای نیکوکاری دیگه بعضی مواقع ماشینای میرن آب بین اینا توضیح میکنن ولی خانواده ای که منبع آب نداره مگه چند تا قابلمه میتونه آب جمع بکنه این شد که ما در چند ماه گذشته تصمیم گرفتیم که با کمک دوستان یه طرحی بذاریم بگیم هر کس یک منبع برای این روستاها بخره خریداری میشه نصب میشه فیلم گرفته میشه و اینجا نمایش داده میشه ادامه این حرکت رو داریم با هم انجام میدیم امیدوارم این ویدیو رو ببینید روتون تاثیر بذاره و کمک بکنید با همدیگه روستاهای بیشتر رو بهشون منبع آب بدین اون روستاهایی که متراکمن میشه چند تا منبع برای کل روستا گذاشت اونجا که با هم فاصله دارن خونه ها میشه برای هر خونه یک منبع کوچیک گذاشت ولی اینو بدونید که این حد ترین امکاناتی که اون ازش محرومند و بزرگترین هدیه که شما میتونید به یک خانواده بدید که تا آخر عمرش استفاده کنه و دعای خیرش و انرژی مثبتش به شما برسه با توجه به اینکه قیمتی هم نداره هر کدوم از این منبع‌ها 120 دلار بیشتر نیست آره میدونم 120 دلار برای شما که خارج از کشور زندگی میکنید پول زیادی نیست ولی برای این مردم یه دنیاست امسال کشور عزیزمون ایران یکی از گرمترین تابستون های خودش رو تجربه کرده کشوری که مدت هاست منابع آبیش رو به پایان رفته و به خاطر نبود مدیریت درست چیز دیگه ای ازش باقی نمونده و متاسفانه در مناطق محرومش مردمی دارن زندگی میکنن که شاید برای یک جور آب باید کیلومترها برن تا بتونن آب پیدا کنن تازه اگر بشه اسم این آب رو آب آشامیدنی گذاشت آبی که سوای رنگ و تم و بو و مزهش برای به دست آوردنش هم باید خسرهای زیادی رو به جون بخرن شما نمیشین در این کنار آب و برکه؟ آب نداره, نداره. چیکار کنیم مجبوری بره هر سال تعداد زیادی از این کودکان دستان نازنینشون رو توسط این گاندوها از دست میدن. موجودات وحشتناکی که در تمام این آبها کمین کردند برای کودکان نازنین سرزمینمون. در چند تا از برنامه ها از شما خانواده اخبار و خاموش تقاضا کردیم کمک کنید شاید بتونیم منبع های آبی برای این عزیزان تهیه کنیم که حداقل اگر آبی رو پیدا کنند بتونن سالم نگرش دارن تا حداقل بیشتر از این بیمار نشند و بتونن برای مصارف منزل از اون آب استفاده کنند اما مگه میشه آدم در یک همچین فقری زندگی کنه و انتظار معجزه هم داشته باشه این عزیزان که به معنای واقعی در مناطق محروم زندگی میکنن چشم امیدشون به دستان مهربان شما بود و اینم بگم که خیلی هم امیدوار نبودن اما این موجزه که شما رقم زدید تونست برق امید و شادی رو برای این مردم به همراه بیاره شاید الان متوجه نشید که چه اتفاق بزرگی رو رقم زدید ولی قطعا تأثیر این انرژی مثبت رو در زندگیتون خواهید دید کسانی که پول ندارن تا برای خودشون نان بخرند هیچ موقع فکر نمی کردن که بتونن یک منبع آب در داخل منزلشون داشته باشند که این اتفاق با کمک شما و یاری بنیاد نوروز انجام شد سلام قصد مبینه ادیه آباد سرزه زندگی کنیم خدا را شکر مشکل آبی ما حل شد دستش ما درد مکن زحمت و مرسی رحمان رئی ما آلی نایگون مشکل کم بود آب داشتیم مشکل ما حل کردن دستشو درد نکنه ممنون من در شمس آباد هستم بی آپی داشتیم بعد تانکر آپی به ماش داده شکر الله تازه به راه تانکری داده مشکل ما حل شکر ما نشته شمس آباد خوشبختانه با کمک شما دوستان و هموطنان عاشق همچنان نصب منبه ها در سیستان و بلوچستان ادامه داره باز هم منبه های جدیدی خریداری شد به روستاهای مناطق محروم سیستان و بلوچستان برده شد و در اونجا برای خانواده های محرومی نصب شد که باورشون نمی شد که الان در داخل منزلشون یک منبع آب نو دارن که میتونن آب کاملا سال بهداشتی از داخلش در بیارند و نوش کنند با یک نگاه به کل زندگیشون متوجه میشید که چرا انقدر میگفتیم اینا غیر از شما کسی رو ندارن زندگی هایی که در یک چهار دیواری و یک زیرانداز خلاصه شده و خوشحالی که از داشتن یک منبع آب جدید به دلشون افتاده و لبخند میزنند اینجا نوک آباد ما توی گرما مشکل بیابی داشتیم خدا را شکر تا حالا شما یه تانکر دادن حالا مشکل ما رفت شده از شما تشکر کمک کنین با همدیگه به داد این مردم محروم برسیم برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1704 تماس بگیرید. بعد دوستان عزیز و مهربونم 120 دلار واقعا برای کسی که خارج از کشور زندگی میکنه پول زیادی نیست ولی برای عزیزان خیلی پوله حتی گهگدار اگر یه بارونی هم بزنه حداقل میتونن آب بارون رو جمع کنن و داخل این منبع ها بریزن و به مرور زمان استفاده کنن اینا پلاستیکی ضد باکتری هم از سالیان سال خواهد بود و انرژی مثبتش قطعا در زندگی خودتون خواهید دید شماره بنیاد رو صفحه است 1 704 544 7800 و یا نوروز دات که از اون طریق میتونید کمک خودتون رو به مردم عزیزمون در مرتبه محروم برسونید اما اسرائیل از دریافت فهرست چهارمین گروه گرگان های مورد تبادل خبر داده دفتر بی بی این بی بی, بی با اون بی بی فرق داره این بی بی بی, بی دل گفته فرست گروگان که قرار دوشنبه 27 نوام یعنی امروز آزاد بشن و دریافت کرده این دفتر اعلام کرد این فهرست که در شامگاه منتهی به دوشنبه دریافت شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت هنوز روشن نشده که چه تعداد از گرگان ها در این روز که آخرین روز از توافق چهار روز است آزاد میشن اما برخی گزارشهای های تایید نشده میگن یازده نفر قرار آزاد بشن هماس نیز اعلام کرده که میانجیگران قطری و مصری فهرستی از گروهانهایی رو که قرار آزاد بشن ارائه دادن رایزنی در فضای مجازی هست که گویا از اینا آزاد میشن ولی اسرائیل حواسش به اینا هست که اینا مجددا نرن فردا یه دونه آر بگیرن دستشون و سمت مردم حمله کنن گویا به صورت نامحسوس اینا رو داره کنترل میکنه تردداشون رو کنترل میکنه در غزه که ببینه کجا دارن میرن بعضیشون هم در وست بانک هستن در کرنه باختری هستن که ببینه چه حرکتی دارن میزنن اما نشست اتحادیه اروپا کشور عربی درباره جنگ غزه هیئت‌های از کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا و اتحادیه اروپا دوشنبه ششم آذر برای رایزنی درباره جنگ اسرائیل و حماس در بارسلون اسپانیا دیدار و گفتگو میکنند قرار 42 هیئت در برنامه که به میزبانی اتحادیه اتحاد مدیترانه ای از برگزار میشه شرکت کنند. برخی از کشورها در سطح وزیر خارجه در این همایش حضور خواهند داشت مدیریت این نشست با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ایمن سفتی وزیر خارجه اردنه اسرائیل هم قطعا در این نشست میدین حضور نداره جوزف بورل با ابراز تاسف از غیبت اسرائیل در این نشست گفت امیدوار این کشور در نشست های آتی نشست های اتحاد مدیترانه شرکت کنه رئیس سیاست خارجه اتحادی اروپا با تأکید بر اینکه اسرائیل نباید به فکر اشغال غزه باشه شرک های یهودی نشین را بزرگترین گرفتاری امنیتی اسرائیل و در تضاد با قوانین بین‌المللی المللی خواند و گفت تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری شرق اورشلیم و نوار غزه بهترین ضامن صلح و امنیت اسرائیل آقای بورل همزمان خواستار تمدید وقفه جاری در جنگ حماس اسرائیل شد و گفت این اقدام میتونه زمین ساز دراز مدت و با دوام شده و کار برای دستیابی به راه حل سیاسی رو امکان پذیر کنه وقفه چهار روزه جاری نیمه شب دوشنبه یعنی امشب میدونی که پایان میرسه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه میخوان دست به دست هم بدن تا ریشکن نشه حماس این من السفتی وزیر خارجه اردن هم ابراز امیدواری کرده که نشست بین مقامات کشورهای حوزه مدیترانه به پر شدن شکاف بین کشورهای عرب و اروپایی برای تبدیل آتشبس موقت در غزه به آتشبس دائمی منجر بشه ایمن السفتی گفت در حالی که کشورهای عرب میخوان به آنچه او تجاوز اسرائیل به غزه نامیده پایان داده بشه کشورهای اروپایی صرفا خواستار وقفه بشردوستانه در جنگ شدند وی عنوان کرد ما باید این شکاف رو پر کنیم جنگ هیچ حاصلی نداره این جنگ چه حاصلی جز کشتار مردم نابود کردن زندگی ها و ایجاد فضای نفرت و ضد انسانی داشته که دیدگاه چندین نسل رو تعیین کنه و ما نشست شورای امنیت با محوریت غزه به ریاست چین وزیر خارجه چین این هفته به منظور هدایت نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره غزه به نیویورک سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره گفته از آنجا که چین در چنین مقطعی ریاست دوره‌ای شورای امنیت رو بر عهده داره در 29 نوامبر 8 آذر نشست این شورا با موضوع اسرائیل فلسطین برپا میشه پکن امید داره که گفتگوهای سازمان ملل به استقرار و و پایان درگیری ها و همچنین کاهش بحران انسانی در غزه منجر بشه از شورای درگیری‌های خاورمیانه شورای امنیت بارها در این زمینه تشکیل جلسه داده در اواسط نوامبر شورا قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن خواست توقف‌های انسان دوستانه طولانی در جنگ نوار غزه مطرح شده بوده اون موقع خواست که آقا داستانش مشخص بشه که نشد های قبل از این تاریخ به شکست انجام میده چین در گذشته بارها به ویژه به نفع فلسطینیان موضع گرفته و از راه دو کشوری حمایت کرده این کشور در روز جمعه گذشته که نخستین روز وقفه چهار روزه در این جنگ برای تبادل گرگان های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بود از این توافق استقبال کرد توافقی که تا کنون منجر به آزادی ده ها گروگان اسرائیلی و بیش از 100 زندانی فلسطینی شده اما ایلان ماسک دوست داشتنی رفت اسرائیل امروز دیگه کمتر کسی در کره خاکی وجود داره که ایلان ماسک رو نشناسه من فکر میکنم میدونید که مشهورترین شخصیتی که میگفتن در دنیا وجود داره بازیگر جیمز باند بودش که می گفتن تقریبا از هر دو نفر در کره زمین حداقل یه نفر یک از فیلمها شون کانه رو دیده ولی الان من فکر کنم مشهورترین شخص میتونیم بگیم ایلان ماسک دیگه اونجایی که عقل چی میگن کسی قد نمیده رو دارن استفاده میکنن گفته شده مقامات اسرائیلی قصد دارن توجه میلیاردر که مالک شرکت های تستا و اسپیس ایکس هم هست رو به آنچه بر گرگان های اسرائیلی گذشته جلب کرده و همباره افزایش یهودی ستیزی در شبکه های اجتماعی و از شبکه ایکس رو به بحث بذارن سه هفته قبل از آغاز جنگ جاری بین حماس و اسرائیل بنیامین نتانیاهو در دیدار به آقای ماسک در کالیفرنیا خواستار مقابله با نفرت پراکنی و بازنگری در چگونگی اعمال سیاست حفاظت از آزادی بیان در شبکه ایکس شده بود آقای ماسک در گفته بود که یهود ستیزی و هر آنچه که باعث گسترش نفرت و درگیری باشه مخالفه و شبکه ایکس هم به نفرت پراکنی دامن نمیزنه ماسک علاوه بر دیدار با بنیامین نتانیاهو و اسحاق هرتزوگ با بستگان کسانی که توسط حماس به گروگان گرفته شده بودند هم دیدار کرده ایلان ماسک همچنین در سفر خود از کفر آزا همینجا که الان میبینید که محل قتل عام دیویست اسرائیلی از جمله چهل کودک در پانزده مهر بوده دیدار کرده تقریبا همه جا رو بهش نشون دادن خیلی از نزدیک خب شرایط خیلی فرق داره بعضی موقع شنیده ولی وقتی از نزدیک نگاه میکنه صحنه جرم رو میبینه هنوز خونه رو دیوار هست رو زمین هست این اون کالسکه اون کودکی که به قتل رسونده بودن همچنان کالسکه میگم کالسکه ببخشید این چی میگم بش خوابشه پوک ها هنوز روش هست یه قسمتاش هنوز خونی بوده و خدا ایلوماسک من خدا حالش خیلی بد شده بود این تصاویر رو دیده بود اسرائیل از توافق اصولی بر سر اینترنت استرالینگ در غزه خبر داد شلوم و کارهی وزیر ارتباطات اسرائیل میگه با ایلان ماسک بر سر کاربرد خدمات اینترنتی ماهواره استرالینگ در نواحی غزه به توافق اصولی دست یافت اما پیش شرط این توافق یک اجازه رسمی از وزارت ارتباطات اسرائیل و نیز نوار غزه است کارهی ماه گذشته پیشنهاد مدیرعامل استرالینگ درباره اینترنت برای حمایت از سازمان های امدادی بین المللی در منطقه فلسطینی تحت کنترل حماس رو رد کرده بود احتمالا در مورد چند و چونش اینکه چجوری میشه مطمئن شد که برای کار تروریستی استفاده نمیشه قراره بحث کنن و اما بنیامین و ایلان ماسک یه گفتگو خیلی جالب داشتن که این گفتگو جالب حالا روی اسپیس توییتر یا اسپیس ایکس دیگه بگیم اونجا بودش گفتگو که بین همین دو نفر برگزار میشه دارید میبینید و صحبت های جالبی رد دادر شد که من یه بخشایش که به نظر من جذابیت بیشتری داره رو برای شما انتخاب کردم ناتانیا و هماس رو فرقه مرگ میدونه و با نازی ها مقایسش میکنه تاکید میکنه که اگر شرایطش رو داشتند اگر میتونستن جنایات بیشتری هم در اون زمان انجام میدادن ماسک با توصیف ناتانیاو موافق و از اعتراضات در نفع حماس ابراز نگرانی میکنه ناتانیاو پیشنهاد میکنه ما باید همراه با کشورهای عربی غزه رو غیر نظامی بکنیم این خیلی مهمه میگه اگر غیر نظامی بکنیم ما خودمون بازسازیش میکنیم یعنی دیگه این تیر و تفنگ و موشک و اینا بره کنار یه کشور معمولی اگه قرار کشور بشه کشور معمولی بشه یه عر... حالا ارتش داره یه پلیس داره تازه ارتش هم چند سال اول نباید داشته باشه چون نشون دادن که چجوری از ارتششون برای کار تروریستی استفاده میکنند ماسک از اسرائیل حمایت میکنه که روی کردی پس از جنگ مشابه متفقین در آلمان و ژاپن در پیش بگیره و بر لزوم توقف تهدیدهای های حماس علیه اسرائیلی ها تاکید میکنه ایلان ماسک همچنین با ابراز تمایل برای کمک به بازسازی غزه بعد از جنگ خواستار پایان دادن به تبلیغات ضد اسرائیلی شد و گفت تبلیغات علیه اسرائیل باید متوقف بشه من میخوام به بازسازی غزه بعد از جنگ کمک کنم جالب ناتانیا هم خیلی خیلی صحبتاش جالب بود جزء سخنورانیه که من خیلی صحبت کردنش رو دوست دارم نه به خاطر اینکه حالا اسرائیلی و غیره من که اسرائیلی نیستم ولی معمولا وقتی یه مطلبی داره صحبت میکنه در کوتاهترین زمان ممکن اصل موضوع میگه و همیشه دلایل و برهانهایی که واسش میاره خیلی راحت راحت آدم میتونه رو درک بکنه بعضی هستن که نیم ساعت صحبت میکنه کلش میگه آقا چهار تا جملهش ما بودم چهار تا رو اول میگفتی دیگه داشت صحبت میکرد گفتش که کلا خود کشورهای عربی دچار یه تغییر فرهنگ خیلی چشمگیری شدن حالا این وقتی میگه آقا فرهنگ عوض شده خیلی آقا آقا غرب زدگی نه آقا غرب زدگی نه خود شبیه آدمیزاد شدن مثالی که میذارم میگه خب امارات در یه بازه ای اگر برگردید مثلا به 20 سال 30 سال گذشته خیلی خوب اومده دیگه سلطان که مثال میزن ازش عربستان سعودی عربستان سعودی تا همین پنج سال پیش و شیش سال پیش مزحکه خاص و عام بودن دیگه از اون مدل اسپاگیتی خوردن زناشون با چادر که از این بالا میدادن توی از زیر میوردن تا اینکه اجازه رانندگی نداشتن و هزار یک اتفاق دیگه الان میبینید یه پروژه داره به نام پروژه دلائن وحشدناکی یعنی اگر دوست داشتید که امشب تا صبح نبره برید این پروژه لاین رو در سعودی عربی تو یوتیوب بزنه فیلماشو میاره براتون ببینید چیه یه پروژه بسیار بسیار عظیم یک دیواری به قطر اگه اشتباه نکنم یه 14 کیلومتره که داخلش مسکونی داره فضای سبز داره بعد دو طرفش که فکر کنم ارتفاعش 50 متر هر دو طرفش رو دارن میسازن این شهر ماننده که به صورت یک خط از عربستان عبور میکنه دو طرفش آینه گذاشتن برای اینکه تأثیری روی اکوسیستم ایجاد نکنه که نور رو برگردونه سایشون بر نیفت از این اتفاقات ببینید فقط که عربستان داره کدوم سمت میره و جمهوری اسلامی هنوز دنبال اینه که یه موشک ساختیم که دو متر بیشتر میره ممکنه پنج نفر بیشتر هم بتونه بکشه در مورد اینا صحبت میکنم از خیلی جالب بود صحبتاش اما حماس از حصول توافق برای تمدید دو روزه وقفه در جنگ غزه خبر داد همه هم ابراز خوشحالی کردن از این اتفاق تا ساعت هفت صبح روز پنج شنبه به وقت محلی آتش بس تمدید شد اسام همدان از رهبران حماس بیانیه داد و گفت آقا فرست جدید داریم میدیم و حالا ببینید اینا هر یه روز یه روز این کار میکنن که سه ماه وسط وقفه بیفته از 240 خورده تا الان 40 تا شده بیرون دیگه حدوداً 200 تا دیگه موجوده حالا بعیدم هست که همه رو بخوام همجوری ده تا ده تا بدن و آخره ممکنه میگن آقا ما روزی سه تا آزاد میکنیم بعد واسه ببینیم چه اتفاقی میفته از روز جمعه روزانه 13 گرگان اسرائیلی رو که جملگی زن و کودک هستند در رود آزاد بکنه در مقابل اسرائیل هم پذیرفته بود که روزانه 39 زندانی همچنین زنان و جوانان زیر 19 سال در بند آزاد کنه اسرائیل خواستار آزادی 50 گرگان دیگر توسط حماس که اگر انجام بشه یعنی روزی 13 تا دوباره بده تا دو روزه دیگه نمیشه روزی 25 تا باید بده دیگه ببینیم که جور میشه یا نه و بعد میرن مثلا 50 تا دوم و سوم و چهارم یا خیر یه خبره براتون بگم میرم حالا جالبه یه خور بانمکم است سحر زکریا دانیال مقدم و سبا کمالی اینا احزار شدن به خاطر یه آهنگی که منتشر کردن به نام هوری این آهنگ به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شده بوده سبا کمالی بازیگر نیز استوری آقای مقدم رو در صفحه اینستاگرام خودش بازنش کرده آهنگ رو میذارم براتون ببینید امیدوارم که لذت ببرید من که گوشم زخ شد وقتی دیدم خیلی نجیبن همش بوی گل میدن همشون عاشق عشقن همه پی شوهرن اونها اصلا دوست ندارن با غریبه بپرن همشون خواستن و خوبن همه یه ستارن پر برکت انگار تلای شالی زارن زنای دنیا جلوشون همه کم میارن من حالا شاید خیلی سلیقه بد باشه ولی آهنگ چه ربطی به منع خوشونت علی زنان داره یه خالطور مهمونی وار داره میخونه سه تا دافی هم گذاشته و لستش هر کدومشون داره شکلک از خودشون در وکولن اسمش شد حالا برای روز جهانی من خوشونت علیه زنان شما گفتین ما هم میگیم باشه امیدوارم که اگه موسیقی قرار بیاد بیرون یا رو بگیرن یه موسیقی باشه که بعدا افتخار کنه بگه آقا مثل شروین آجیپور بگه ما به خاطر برای گرفتن نه مثل این آهنگا آهنگای تتلتی وار امیدوارم که این بخش خبری 24 ساعته گذشتم رو پسندیده باشید ممنون میشم اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطف کنید سابسکرایب کنید و ممنون میشم ویدیو رو لایک بزنید در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید اما تمام تلاشم در این کانال اینه که اخباری برای شما بیارم که جای دیگه نمیپردازن و یا نقاط مهمش رو سعی میکنن در لابلای خطوط گم کنن اگر که این کانال مسابقه سلیقتون هست ممنون میشم که این کانال رو به دوستان و آشنایتون معرفی کنید شب و روزگارتون خوش باشه تا درودی دیگر بدرود و خدا نگهدار